بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما در محل احداث عملیات همسطح سازی گذر کمرزرین با میدان جلوخان در خیابان کمرزرین هستیم، جایی که شهرداری اصفهان بدون رعایت موازین قانونی باعث امهای آثار باستانی در این منطقه شده است. آثار باستانی مثل تدفین انسانی، اشیاء تاریخی به جا مانده و تنبوشه‌های سفالی از زمان اسلام و زمان قبل از اسلام در اینجا پیدا شد. آره، میبینید که سری ظروف داریم که لعاب دارن، یه سری ظروفی داریم که در واقع منقوشن، ظروف سفالی منقوش، ظروف لعابدار. اینا از دورانه میشه بگیم اواسط اسلام هستن. من نمیخوام تاریخ گذاری دقیقی داشته باشم، حدودی دارم میگم. آره، اینا احتمالا از اواسط اسلام میتونه باشه. 100% اگه اینجا کار کاوش باستان‌شناسی علمی و نظامنده انجام بشه، احتمال این وجود داره که ما بتونیم به لایه‌ای پیش از اسلام دست پیدا کنیم. میشه بگیم یه خونره بزرگ، حالا از چیزی که شواهد داره نشون میده احتمالاً خونره بزرگی باشه که بشه همین الان میشه مرمتش کرد. یعنی واقعا بخوان کاری انجام بدن همین الانم دیر نیست. حالا اینا کافیه متوقفش کنن، بشه لایه نگاری دقیقه باستان‌شناسی و یه کاوش نظامنده انجام داد تا بشه در واقع بدونیم چه لایه‌ای اینجا داریم. یکی از اون قسمت از بدن سفال که داریم، حالا با تزئینات، حالا بند انگشتی مانند، از دوران احتمالاً اواسط اسلام میشه بگیم، حالا حدود سلجوق، من حدودی میگم چون با استاد آزمایش بشه اینو بررسی بشه، شاموتش هم اینا رو ببینیم، در واقع گونه شناسی رو بررسی کنیم. استخوان انسانی داریم ما اینجا، احتمالاً از دورش نمیتونه باشه این. اینا همه سفاله که بچه‌ها ریخته اینجا، بدن سفاله، کف سفاله. ما اینجا لایه در واقع اکسید داریم، کربن داریم که من یه چند تا چیزام زغالم بود که اینجا پیدا کردم گذاشتم سر جاش. میشه اینا رو هم باز دوباره میشه آزمایش کرد، یعنی چیزی نیست که دور از ذهن باشه. اونجا دوباره استخون انسانی در واقع هست، نزدیک جایی که دارید فیلم برداری میکنید استخون انسانی در واقع یه سریاش و نشون میده که اینجا احتمالاً یه مسئله ای مربوط به تدفین یا حالا در واقع آینه که اینجا داشته باشیم. ما سری آجر هم اینجا داریم در واقع، آجرهایی که حالا ابعاد مختلفی دارن متاسفانه و اینجا همینجور ریخته شده. اینجا من میذارمش کنار که دست پا نباشه. تو اسم فقط فکر کنیم که لایه‌ای که داریم لایه مثلا صفویه نهایت، در صورتی که شاید اگه که بتونیم مطالعات درستی انجام بدیم به لایه‌ای مثلا درافشار برسیم، عقب‌تر از صفوی که خب دکتر جابری کار کرده بودن قبلا در همین محدوده و با موازی با در واقع همین خیابونی که اینا دارن الان گذر کمرزرین دارن همسط سازی میکنن با اون میدونی که پشت سر هست، میدون عتیق یا میدون امام علی کنونی، اونجا لایه‌ای سجاده پیدا کرد دکتر جابری و صحبت از در واقع آثار صدر اسلام بود. اسمان هر لحظه هر مسیری که داری تو حرکت میکنی این تاریخ زیرشه. یعنی ما تو چهارباغ پایین همون همجوار با دیوار شرقی خانه بخردی داشت که خانه سرهنگ تو کوچه آج رسولی ها میشه در واقع زل غربی چهارباغ میشه، اونجا من یه سری آثار پیدا کردم از دورانه تو 60-70 سانتی خاک بود در واقع. میشه بگیم در واقع قاجار صفوی، یعنی لایه ها نزدیکن چون که اصفهان قدیم اصفهان کهن زیر اصفهان جدید هست و این لایه های جدید همینجور رو هم سوار شده. این طرف دکتر جابری سال 1384 کاری نکردن، یعنی در این منطقه ترانشگی در واقع کارگاه باستان‌شناسی باز نکردن. من فکر می‌کنم داخل مقالهشون هم چیزی اشاره نکردن، ولی نقطه کار با اون طرف باز کردن، یعنی موازی با اینجا خیابون مجلسی. اینجا هم در واقع تو منطقه میشه بگیم شرق تا شمال شرق مسجد جامع عتیق میشه که بهتره بایستی اینجا یه لایه نگاهی دقیق انجام بشه تا بتونیم وضعیت پیشینه این منطقه رو بتونیم به دست بیاریم بدون هیچ اجازه‌ای، بدون هیچ برنامه‌ریزی، با حالا صحبت با باستان‌شناسی، مثلا یه پروژه باستان‌شناسی میان و یه همچین تخریبایی که دارید خودتون می‌بینید دیگه، بتون آرمس و میلگرد و پارکینگ درست کردن اینجا دوباره، تازه زیر اینجا هم رفتن پایین. ولی ما چیزی که داریم جو هویت تاریخیه و این هزینه به نظرم بهتر می‌بود صرف درست کردن یک موزه یا یک سایت موزه باستان در واقع در ارتباط با باستان‌شناسی و تاریخ شهر اصفهان می‌شد. ولی هنوز وقت هست، یعنی اگه واقعا مسئولا به فکر باشن میشه اینجا یه پروژه نظاممند اشاره کردم نظاممند لایه نگاری و کاوش برداشت، گروه حرفه‌ای بیان، هم کنارشون معمار باشه، هم کنارشون باستان‌شناس باشه، هم کنارشون مورخ باشه و بتونن در واقع کار کنن. گذر کمر زرین بر اساس طرح مصوب 321 تاریه امام علی علیه السلام پاساژ زرین شکل گرفته و این گذر هم مصوب هست، میراث فرهنگی به ما اجازه گود برداری بده. ما هم بر اساس کدهای مصوب خاک برداری کردیم، حاضرم هستیم عزیزان
کارشناس میراث فرهنگی بیان چک کنن نقشه برداره اون هماهنگ با میراث و دقیقا بر اساس مصوبه‌ای که داشتیم خاک برداری انجام شد، حتی یک سانت هم زیادتر خاک برداری انجام نشد. من که خودم مرتب هر روز اونجا بازدید دارم، چیزی اونجا من ندیدم. این گذر هم چون خود مجموعه کمرزرین قبل از این احداث گذر ساخته شده، یک بار با توجه به گود برداری که انجام شده بوده، خود این گذر قسمت از اعظمش فرو ریخته تو گوده خود مجموعه زرین و بعد جمع آوری شده، ستوناش هم وسط گذر کار گذاشته شده و مهار شده. نقشه که برای ما آورده بود شهرداری مورد تایید ما نبود، خیلی رفت و برگشت داشت تا نقشه ای که مورد تایید ما باشه بیارن، ولی الان میزان خاک برداری که کردن خیلی بیشتر از خط پروژه‌ای که ما تعریف کردیم. خب صحبتشون اینه که میخواستن تاسیسات رو از زیر این گذر رد بکنن، برای مقابل قبول نیست، حتما باید با نظارت میراث فرهنگی انجام میداد.